بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان نازنینم. محمد بصیری هستم و خیلی خوش اومدید به جلسه چهارم ماه اول پولسازی. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه و سرحال و قبراق باشید. باور نمی کنید که چقدر خوشحالم از اینکه مجدد با شما عزیزانم صحبت می کنم. دلم برای تک تک شما عزیزانم تنگ شده بود و خیلی خوشحالم که خانواده پولسازیمون روز به روز با کمک شما مردم نازنین، با کمک شما یک درصدی ها داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. روز به روز خبرهای خوبی از شما عزیزانم دارم میشنوم. توی 3-4 روز گذشته اونقدر پیام دادید که من واقعا لذت بردم. یه سری‌ها کار پیدا کرده بودن، یه سری‌ها درآمدشون افزایش پیدا کرده بود، یه سری‌ها رو رئیساشون اومده بودن پیششون گفته بودن چون تو خوب کار می‌کنی درآمدتو افزایش میدم. یه سری از عزیزان پولایی که بیرون داشتن دوباره بهشون برگشته بود. پول قرض داده بودن 2 سال پیش، 3 سال پیش، اصلا سراغش هم نرفته بودن. خود طرف زنگ زده پولو برگردونده. یه سری ها آزمون استخدامی قبول شدن. اصلا یه سری پیام ها واسه هم فرستادید فوق‌العاده. خیلی خوشحالم که تنها در 3 جلسه تونستیم با کمک همدیگه و به یاری خداوند بزرگ این نتایج فوق‌العاده رو با همدیگه رقم بزنیم. من بارها گفتم، بازم میگم، اینا قطرات اولیه بارش رحمت الهیه. تازه قطرات اولیه داره میچکه. شما زمانی که قطرات اولیه رو دریافت کنی و ادامه بدی به مسیرت، شرشر باران رحمت الهی از راه میرسه. میخوام ازتون که متوقف نشید. یه چیز دیگه، دوره 3 ماه هست. یه سری از عزیزانم یه سری الهامات دریافت کردن، یه سری از نشانه ها رو دریافت کردن و یه سری هم هنوز دریافت نکردن. قرار نیست که قطعا توی 1 هفته اتفاقی بیفته. اونایی که دریافت نکردن به مسیرشون ادامه بدن. یکی توی 10 روز دریافت میکنه نشانه های اولیه رو، یکی توی 2 هفته، یکی توی 1 ماه. فقط شما باید به مسیرتون ادامه بدین. خیلی خوشحالم از اینکه این دوره رو مجدد دارم برگزار میکنم. طی 2-3 روز گذشته یه سری حواشی هم ایجاد شده بود. یه سری از عزیزانی که خودشون کلاس های پولسازی برگزار میکنن و پکیج میفروشن و قیمت های به شدت سرسام آور دارن، پست گذاشته بودن که کلاس های استاد رو شرکت نکنید و اصلا به درد نمیخوره و از این حرفا، و در ادامه گفته بودند اصلا چرا باید کلاس مجازی قیمتش 30 میلیون تومان باشه و صحبت های از این قبیل. من تو جلسات قبلم گفتم دوره 30 میلیون تومانی دوره حضوری بنده هست برای پولسازی و دوره مجازی من هیچ وقت نزدیک به این قیمت ها هم نبوده. پس این حاشیه سازی ها در مسیر حرکت قطار موفقیت و پولسازی نقشی نداره. قطار پولسازی داره به سمت جلو حرکت میکنه با سرعت. حالا اگر چند نفر پیدا میشن و به قطار در حال حرکت سنگ میزنن، تأثیری نداره. قطار به سمت جلو میره. ازت میخوام که تا آخر توی قطار پولسازی باقی بمونی. مرسی رفیق گلم. من تو جلسات قبل گفتم من انسانیم که دوست دارم سریع به موفقیت برسم. من دوست ندارم 5 سال 10 سال خودم رو بکشم تا به موفقیت برسم. من دوست دارم تو ماهای کم به موفقیت برسم. من دوست دارم تو 1 سال کار 10 سال رو انجام بدم. من یه زمانهایی توی زندگیم خودم رو کشتم. ماهای زیادی تلاش کردم ولی با قانونمندی ها آشنا نبودم.
زمانی که بر قانونمندی ها مسلط شدم، نتایج به سرعت اتفاق افتاد توی زندگی من. منم میخوام نتایج توی زندگی شما به سرعت اتفاق بیفته، نه اینکه 10 سال 20 سال خودتو بکشی تا فقط یه خونه 50 متری بخری. من اینو نمیخوام. من میخوام در زمان کم نتایج فوق‌العاده شما عزیزانم بگیرید. پس ازتون میخوام که فقط روی مسیر متمرکز باشید، 3 ماه همراه من باشید. ازتون میخوام که تک تک فایل ها رو یه بار، نه دو بار و سه بار و 4 بار و 5 بار گوش کنید. عزیزی پیام داده بود که توی 1 هفته درآمدم چند برابر شده. ادمینام توی جوابش فرستاده بودن فایل ها رو چند بار گوش کردین. طرف جواب داده بود هر کدوم از 3 تا فایل رو 10 بار گوش کردم. یعنی حدود 30 تا 40 ساعت فقط فایل های منو گوش کرده و درآمدش افزایش پیدا کرده. من توی جلسات قبل بهتون گفتم فرمول طلای پولدار شدن 2 تا در داشت. چند تا در؟ 2 تا در داشت. در اول چند تا رمز داشت؟ 1 دونه. در اول در متافیزیک بود. در دوم چند تا رمز داشت؟ 6 تا رمز داشت. و بهتون گفتم در اول مهمه یا در دوم؟ در اول. در اول چقدر مهمه؟ چون شما داری رشد میکنی. بذار 1 دونه نکته درگوشی بهت بگم. در اول بیش از 99% مهمه. تو اگر در اولت، به جمله توجه کن، تو اگر در اولت درست نباشه، هر چقدرم روی در دوم کار کنی به هیچ جا نمیرسی. مهم در اوله، مهم متافیزیکه، مهم ساخت باورهای پولسازه. زمانی که باورهای پولسازو بسازی، بدون اینکه اصلا در دومو طی کنی، پول وارد زندگیت میشه. ببخشید این همه نتایج بی‌نظیری که توی هایلایت پیجم وجود داره به عنوان نتایج پولسازی، این افراد روی در دوم کار کردن یا روی در اول؟ ببین درآمدش افزایش پیدا کرده، پول اومده توی زندگیش، حقوقش افزایش پیدا کرده، کار پیدا کرده، استخدام شده. فقط و فقط با کار کردن روی باورهای پولساز. حالا فکر کن اگر 3 ماه روی باورهات کار کنی چه نتایجی میگیری؟ 3 ماه کار کنی کولاک میشه زندگیت. عزیز دلم من چند تا نکته بهت بگم. نکته اول، اگر 3 جلسه قبلی رو گوش نکردی و الان به 1 باره داری جلسه 4مو گوش میکنی، لطفاً همینجا استوب بزن و بقیه فایل رو گوش نکن. اگر تو 3 جلسه قبلی رو کامل گوش نکردی، تمریناتش رو انجام ندادی و داری جلسه 4مو رو گوش میکنی، دوره پولسازی رو داری خراب میکنی. پس الان گوش نکن. من دارم مغز شما رو، دارم ذهن شما رو، دارم باورهای شما رو تیکه تیکه رشد میدم. اگر تو به 1 باره وارد جلسه 4 بشی، یهو همه چی خراب میشه. یهو ساختمون رو بدون این که پی داشته باشه، طبقه اول دوم سوم داشته باشه، رفته رو طبقه 4، ساختمونه میریزه. و کسی که به 1 باره جلسه 4 شروع میکنه، شک نکن پایان جلسه میگه اصلا من نمیخوام این فایل رو گوش کنم، چون خیلی چیزایی که باید تو ذهنش ساخته میشده ساخته نشده. من فایلا رو 1 جوری تنظیم کردم که تیکه تیکه باورهاتو رشد میده. تیکه تیکه زمانی که فایلا رو گوش میکنی تبدیل به آدم جدیدی میشی. از سیستم برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه در ضبط فایل ها استفاده کردم، به خاطر اینه که یه سری از نکات رو تکرار میکنم، چون تکرار باعث میشه باور شما شکل بگیره.
شما پایان سه ماه زمانی که خودتو مقایسه میکنی با سه ماه قبل اصلا دیگه خودتو نمیشناسی، میگی که اون آدمی که سه ماه پیش بود واقعا من بودم؟ من یک آدم جدید شدم. توی همین یک هفته خیلی ها پیام دادن که آی بصیری من دارم تبدیل به یک آدم جدیدی میشم، من اون آدم قبلیه نیستم. بابا یک هفته تازه گذشته، اگر 12 هفته بگذره ببین چه نتایجی ایجاد میشه. ببین رفیق گلم، اگر میخوای نتایج شگفت انگیز در زندگیت بگیری تو باید شگفت انگیز بشی. و کی تو شگفت انگیز میشی؟ زمانی که آموزش های شگفت انگیز ببینی. الان تو با آموزش هایی که داری میبینی تبدیل داری میشی به یک شخصیت جدید و شخصیت ها در زندگی نتایج و خلق می کنند. آموزش جدید شخصیت جدیدی رو در تو متولد می کنه و شخص جدیدی که در تو متولد شده حالا باید نتایج جدید در زندگی بگیره و این یک قانونه. و به تبریک میگم که مجدد داری متولد میشی. پس نکته اول سه فایل رو گوش کن، بعد فایل چهارم رو شروع کن. نکته دوم، وقتی شروع میکنید به تغییر دادن باورهاتون، خدا هدایتتون میکنه. دوباره، وقتی شما شروع میکنی به تغییر دادن باورهات، وقتی شروع میکنی به کار کردن روی متافیزیک، وقتی شروع میکنی به کار کردن روی در اول، خداوند بزرگ هدایتت میکنه. خدا چجوری هدایتت میکنه؟ خدا خیلیاتونو تو همین یک هفته داره هدایت میکنه، ولی شما هنوز متوجه نشدی که خدا داره هدایتت میکنه، چون دقت نمیکنی. هدایت خدا چجوریه؟ خدا به وسیله افکار جدیدی که توی ذهنت میاره داره هدایتت میکنه. این یکی از راهاشه. وقتی شروع میکنی به ساخت باورهای جدید و باورهای قدیمی تو تبدیل به نمره 10 میکنی، خدا فکرای جدیدی رو توی ذهنت میاره. میخوام چند لحظه به این جمله‌ام فکر کنی. توی یک هفته گذشته چقدر فکر جدید وارد ذهنت شده؟ این هدایت خداونده. یه راه دیگه هدایت خداوند چیه؟ خدا شما رو با انسانهای جدیدی آشنا میکنه. همین الانی که شما یک هفته با من آشنا شدی و داری این فایل رو گوش میدی، ببین چه کار خوبی توی زندگیت انجام دادی که خدا داره هدایتت میکنه. اینکه تو الان تو کلاس پولسازی شرکت کردی و با این شور و شوق فوق‌العاده داری کلاس‌های پولسازی رو ادامه میدی و فایل‌های منو چندین و چند بار میشنوی، این نشونه هدایت خداونده. خداوند به وسیله انسان‌های جدیدتر هدایتت میکنه. اینم یکی از راهاشه. خداوند پس یه سری فکرات توی ذهنت میاره، یه سری انسانهای جدید و وارد زندگیت میکنه. یهو یکی میاد باهات آشنا میشه، انسان جدیدیه و دریچه های جدیدی رو به زندگیت باز میکنه، درهای جدیدی رو به سمتت باز میکنه. خدا به وسیله شرایط جدید و اتفاقات جدید هم تو رو هدایت میکنه. یه سری اتفاقات توی زندگیت میفته. من وقتی تو دوره های تخصصی خارج کشور شرکت می کردم، می دیدم که تو روزهای اول یه سری اتفاقات بد واسم می افته. این اتفاقه، ولی من می دونستم این اتفاق بدی که افتاده الهام خداونده، هدایت خداونده. بعد گذشته یک هفته می دیدم اون اتفاق بده زمین ساز یک هدایت جدید و مسیر جدید توی زندگیم شده. با خودم میگم که واو، خدا رو شکر که اون اتفاق بده تو زندگیم افتاده. خیلی وقتا عزیزانی که توی کلاسای من شرکت کردن بهم میگن آقای بصیری
اومدم کلاس شرکت کردم، هفته اول رئیسم گفت که تو نباید دیگه اینجا کار کنی و از کار اخراج شدم. و اون لحظه اومدم گفتم بسیری بسیری، این چه کلاسی بود که من شرکت کردم؟ کارمو ازم گرفتی، تو اومده بودی وضعیتمو بهتر کنی، چرا وضعیتم بدتر شد؟ همون آدم میگه هفته دوم که اومدم آموزش های شما رو ادامه دادم، سر یه کار جدیدی رفتم که درآمدم دو برابر کار قبلیم بود و فهمیدم که خداوند داشته هدایتم میکرده. خداوند رئیس قبلی و رئیس جدیدم رو هدایت کرده، رئیس قبلیم رو هدایت کرده که منو اخراج کنه و رئیس جدیدم رو هدایت کرده که منو ببره سر کار. و اون زمان که میره سر کار جدید میگه بسیری بسیری، دمت گرم به خاطر کلاسات. بهتون گفتم خداوند میلیاردها دست داره و به واسطه دستهاش کاراشو انجام میده. انسانها دستان خداوندند. خدا زمانی که تو شروع میکنی به تغییر دادن باورهات، الهامات جدیدی و وارد زندگیت میکنه. فقط ازت میخوام رفیق جانم، میخوام که هر هدایتی که دریافت میکنی، هر نشونه و پیام و الهامی که دریافت میکنی و حتما روی کاغذ یادداشت کن. زمانی که روی کاغذ یادداشت میکنی، باعث تقویت مسیر هدایت الهی میشی، باعث میشی که هدایتهای بیشتری رو دریافت کنی. ولی وقتی یه اتفاق خوب تو زندگیت میفته، با انسان جدیدی آشنا میشی، هدایتی به سمت زندگیت میاد، فکر جدیدی به سمت ذهنت میاد، اینو یادداشت نمیکنی، دیگه هدایتهای زیادی به سمتت نمیاد. ازت میخوام که دونه دونه الهامات، اتفاقات، شرایط، فکرها، رخدادها، انسانهای جدیدی که وارد زندگیت میشه رو همشو یادداشت کنی. اینا هدایتهای خداوند توی زندگی شماست. حالا نکته سوم، خیلی توجه کنید به این نکته. نکته سوم چی میگه؟ نکته سوم میگه رفیق من، لطفاً دست خدا رو نبند. طرف میگه من میخوام پولدار بشم. میگم خیلی خوبه، چقدر دوست داری پول در بیاری؟ میگه که من توی فلانجا دارم کار میکنم، 10% از فروش رو بهم میدن. به صورت مثال دارم میگم، الان مثلا 10 میلیون فروش اونجاست، 10%شو که به من میدن میشه 1 میلیون. طرف میگه الان دوست دارم 100 میلیون فروش داشته باشه فلان مغازه، که 10%ش بشه 10 میلیون، من 10 برابر دریافت کنم. بهش میگم تو داری دست خدا رو میبندی. میگی یعنی چی؟ میگم که تو چی کار داری که خداوند از کجا قراره اون 10 میلیون رو بهت برسونه؟ چرا هی میگی من باید فروش فلان مغازه‌ای که توش کار میکنم بشه 100 میلیون که 10%ش بشه 10 میلیون بهم برسه؟ این اشتباست، این بستن دست خداونده. تو بگو که من 10 میلیون توی زندگی میخوام. خداوند به شیوه خودش این کار رو واسط انجام میده. طرف میگه من میخوام پولدار بشم، فلان پول توی زندگیم بیاد، ولی میگه من فقط باید کار خونگی داشته باشم. میگم چرا فقط باید کار خونگی داشته باشی؟ میگه چون آخه 2 تا بچه دارم، توی خونه کار کنم راحت ترم. و از این حرفا بهش میگم اگر تو الان ماهی 50 میلیون درآمد داشتی، میتونستی بیرون خونه کار کنی؟ یه فکر میکنه میگه آره میتونستم، بچه هامو پیش پرستار میذاشتم، خودم میرفتم کار میکردم. بهش میگم پس چرا دست خداوندو میبندی؟ دست خدا رو نبند، نگو که فقط من باید به واسطه فلان کار به درآمد برسم. تو درآمدتو اعلام کن، چیزی که توی زندگیت میخوای و اعلام کن. خداوند به بی نهایت راه
تو رو میرسونه به اون چیزی که میخوای. تو نباید، رفیق توجه کن، تو نباید دست خدا رو ببندی. طرف میگه که من فقط میخوام داخل خونه کار کنم. میگم چرا؟ میگه که آخه همسرم با کار کردن خارج خونه مخالفه. بعد بهش میگم که همسرت از کی فرمون میگیره؟ میگه هیچکی. میگم اگر خدا بخواد چیزی رو به همسرت الهام کنه، فکر میکنی همسرت گوش میکنه یا نمیکنه؟ میگه اگر خدا بخواد که میشه. میگم پس چی میگی؟ یهو همسرت بهت میاد میگه که عزیزم تو برو هر جا دوست داری کار کن. ایراد چیه؟ ایراد اینه که ما همسرمونو قدرتمند میدونیم، پدرمونو قدرتمند میدونیم، مادرمونو قدرتمند میدونیم، رئیسمونو قدرتمند میدونیم، ولی خدامونو قدرتمند نمیدونیم. ایراد اینه. اینه که بهتون میگم اگر تو ایمانت افزایش پیدا کنه، اگر به قدرت خداوند ایمان بیاری، باور کن تو زمان کم درآمدت چند برابر میشه. این زمان کم من یه توضیح بدم، طرف الان درآمد ماهی 100,000 تومان داره، بعد میگه من از فردا میخوام چند میلیارد درآمد داشته باشم. رفیق جانم، من تو ماه دوم جلسه 8 واسه توضیح میدم، میگم که باید تکامل طی بشه برای اینکه به درآمد فوق‌العاده برسی. یعنی باید چند ماه زمان بذاری برای اینکه درآمد مثلا ماهی 100,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومانت برسه به 50,000,000، برسه به 100,000,000 تومان. تو یک لحظه اینجوری اتفاق نمیافته. اونی که داره میگه توی یک روز درآمد تو از 1,000,000 برسون به 1,000,000,000 تومان، اون صدای شیطونه. داره یه چیزی رو بهت میگه که برخلاف قوانین خداونده. به خاطر این بهت میگه که تو 2 روز اجرا کنی، بعد ببینی که نمیشه، ناامید بشی از مسیر. یکی از کارهایی که شیطون انجام میده ناامید کردن تو از مسیریه که مسیر خداییه. شیطون میخواد تو رو از مسیر خدایی دور کنه، به خاطر اینه که وعده 1 روز پولدار شدن بهت میده. من خودم توی زندگی بیش از 10 سال تلاش ذهنی و جسمی کردم که پول فراوون به دست بیارم، ولی من چون قوانین و بلد نبودم خیلی جاها چندین برابر زمان گذاشتم. شما زمانی که قوانین رو یاد میگیری، شما زمانی که استاد خوبی داری که قوانین و بلده، چه اتفاقی میفته؟ راه 10 ساله رو میتونی 1 ساله بری. ببینید، نمیگم راه 10 ساله رو 1 شبه برو، میگم راه 10 ساله رو میتونی 1 ساله بری، میتونی 6 ماهه بری، میتونی 3 ماهه بری و میتونی با سرعت به خواستات برسی. خب برگردم روی نکته‌ای که داشتم توضیح میدادم. شما ایمان نداری توی زندگیت. خیلی ها توی زندگی ادای ایمان داشتن رو در میارن. اگر ایمان داشته باشیم در زندگی، باید به خدا واگذار کنیم کارهامونو. بگو خدایا میدونم خودت به بی نهایت راه میتونی این کار رو انجام بدی، من فکرم کاملا بازه. به جای اینکه به پنجره بسته هی نگاه کنی، رفیق دنبال درهای جدیدی باش. درهای جدید و خداوند به واسطه افکارت، به واسطه انسانهای جدید، به واسطه اتفاقهای جدید وارد زندگیت میکنه. هی تو میای میگی به واسطه فلان کار میخوام درآمدمو افزایش بدم. مگه پول نمیخوای؟ خداوند فکرشو میاره. بعضی وقتا یه فکریو میاره تو همون کاری که هستی درآمد تو افزایش بدی، بعضی وقتا یه فکریو میاره که بری یه کار جدیدی رو راه بندازی. دست خداوند رو نباید ببندی. پس نکته سوم چی شد؟ شما اعلام کن توی زندگی چی میخوای. خونه، ماشین، پول، چی میخوای؟ ولی دست خدا رو نبند. نگو فقط به واسطه فلان کار میخوام درآمدمو افزایش بدم.
طرف به من پیام داده میگه که من فقط به واسطه یه فروش اینترنتی میخوام پول در بیارم. خب بهش میگم که داری دست خدا رو میبندی، تو آدمی هستی که به قدرت خداوند ایمان نداری. اگر به قدرت خداوند ایمان داشتی میگفتی من فلان درآمد رو میخوام، خدایا از هر راهی که میدونی به هم برسون، من که نمیدونم تو چی و میدونی، خدایا از هر راهی که میدونی و بلدی به دستم برسون. سال پیشی عزیزی بعد از یکی از همایش‌های تهرانم اومد پیشم، خیلی واسم جالب بود. گفت که آقای بصیری من برند پوشاک ثبت کردم. گفتم خیلی خوبه. گفت چند صد میلیون تومان فقط هزینه تبلیغات کردم، تبلیغات اسمارت در حد تیم ملی. گفت خیلی تبلیغات کردم. گفتم خب خیلی خوبه. گفت سه تا از بزرگترین مشاوران برندینگ ایرانم استخدامشون کرده بودم، بر کدومش ماهی 15 میلیون میدادم. گفتم خب خیلی خوبه، نتیجه چی شد؟ گفت سه تا از بزرگترین مشاورا پیشم بودن، چند صد میلیون هزینه تبلیغات کردم، طراحی داخلی شعبم کاملا حرفه‌ای، سردر حرفه‌ای، تیتر تبلیغاتی حرفه‌ای، طراحی‌های حرفه‌ای، بیلبورد، استند، لامپوست، لایت باکس، همه چی زدم. گفتم خب خیلی خوبه، آخرش چی شد؟ گفت آقای بصیری ورشکست شدم. گفتم خب بایدم ورشکست بشی. گفت آخه چرا؟ گفتم میدونی ایرادت چیه؟ گفت نه دارم از شما میپرسم. گفتم ایرادت اینه که ما دو تا در داریم، همه یه چیزایی که تو گفتی واسه یه در دوم بود. اگر تو در اول تو باز نکنی، بدون باز کردن در اول هر چقدرم رو در دوم کار کنی تو ورشکست میشی. تو دو ماه پول در میاری ولی آخرش ورشکست میشی و به هیچ جا نمیرسی. گفت الان باید چی کار کنم؟ گفتم باورهای پولسازو باید در خودت ایجاد کنی. یه جوری فکر و عمل کن که 99% آدمای دنیا انجام نمیدن. امام علی مگه بهتون نگفته الرزق و رزقان؟ میگه روزی دو نوعه، یه نوع که تو به سمتش میری، یه نوع که اون به سمتت میاد. ما با متافیزیک داریم پولو به سمت خودمون میکشیم و این همه نتیجهی که توی همین یک هفته ایجاد شده با حالت متافیزیک جذب پوله. رفیق اگر پول در زندگی کمه، چون باورت کمه، چون باورت هنوز کوچیکه. باورت بزرگ بشه، پولهای بزرگتری هم وارد زندگیت میشه. خداوند از بی نهایت راه پولو وارد زندگیت میکنه. به اون آدمی که برند پوشاک داشت بهش گفتم باورهاتو درست کن. گفت چجوری؟ گفتم یه دوره دارم که قیمتش 30 میلیون تومان هم نیست. دوره 30 میلیونی من برای دوره حضوری من میشه، دوره مجازی من این قیمت رو نداره. گفتم وارد دوره مجازی من بشو، ماه اولش هم کاملا رایگانه، 3 ماه روی دوره مجازی من کار کن ببین چه اتفاقاتی در زندگیت میفته. طرف کار کرد، وارد دوره من شد، تمرین کرد، در اولش رو درست کرد. بعد از اینکه در اولش رو درست کرد رفت سراغ در دوم و توضیحاتی که من توی در دومم دادم فرق داشت با همه توضیحاتی که مشاورین برندینگ نامیش داده بودن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ توی 6 ماه 3 تا شعبه زد و کارش گرفت و هنوزم گرفته در حد تیم ملی. چی شده یه آدمی این همه مشاور برندینگ، این همه تبلیغات، این همه کار کردن به این جا نرسیده ولی یه هو میرسه؟ من فقط اومدم بهش یاد دادم که چجوری باورهای پولساز ایجاد کنه. بهش یاد دادم باورهای مشکلدارش رو پیدا کنه و به جاش باورهای قدرتمند ایجاد کنه و این معجزه میکنه.
من هفته پیش با یکی از دوستانم داشتم صحبت میکردم، توجه کن دوستان منم باورهاشون خیلی نزدیک به منه، موضوعات صحبتمون معمولا راجع به متافیزیک. این دوستمون گفت محمد میدونی توی امریکا دانشکده متافیزیک زدن؟ گفتم واو، اونا دارن الان چی کار میکنن؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ توی این چند روز سرچ کردم توی گوگل، توی یک سال گذشته میلادی بیش از 3000 جلد کتاب جدید در حوزه متافیزیک در آمریکا چاپ شده. الان همه دنیا رفته به سمت متافیزیک، ولی ما ایرانی ها تازه داریم میریم به سمت فیزیک. واسم عجیبه، طرف کارگاه برگزار میکنه، روش های CRM حرفه‌ای، روش های بازاریابی حرفه‌ای، روش های طراحی برند حرفه‌ای، روش های تبلیغات اسمارت حرفه‌ای و خیلی چیزهای دیگه. عزیزانم دنیا داره به سمت متافیزیک میره و شما هنوز دنبال فیزیکید؟ دنبال اینید که چجوری برند طراحی کنید؟ چجوری لوگو بزنید؟ همین الان توی ذهنت فکر کن، میخوام که کامل توی ذهنت فکر کنی، تو شهر خودتون آیا جاییو میشناسی که خیلی شلوغ باشه و اصلا تبلیغات هم نداشته باشه؟ فکر کن میشناسی یا نه، میخوام کامل فکر کنی. یه جاییو میشناسی تو شهرت شلوغ باشه، کلی مشتری داشته باشه، تبلیغات آنچنانی هم نداشته باشه، اصلا لوگو هم طراحی نکرده باشه، روش های CRM هم بلد نباشه، میشناسی جاییو؟ خب همه تون میشناسید، همه تون میگید فلان جا، ببین فلان مغازه اصلا پایین شهره، اینقدر شلوغه که مغازه طرف هم کلن 10 متره. علت چیه؟ خب علت فقط باورهای اون فرده. اون آدم چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه باورهای قدرتمند درش ایجاد شده و چون باورهاش قدرتمنده خدا واسش مشتری میفرسته. واقعا فکر کردی با زدن یه تیتر تبلیغاتی مشتری میاد وارد زندگیت میشه؟ نه، تا زمانی که به جمله توجه کن، تا زمانی که باورهات درست نشده نمیشه. حالا باورهات قدرتمند شده، تیتر رو بزن، نتیجه میگیری 100 برابری. ولی تا زمانی که باورات درست نشه نه، نمیشه. خود من قدیمها تبلیغات میکردم نتایج کمتری میگرفتم، ولی هر چقدر که در زندگیم باورهامو رشد دادم ایده های بیشتری به ذهنم اومد. من تبلیغات در زندگی میکنم و از زمانی که باورهامو رشد دادم تبلیغاتم نتیجه چند صد برابری برام داره. رفیق من ازت نمیخوام که تو فقط بشینی کنار خونه باور بسازی و تمام، من اینو ازت نخواستم. من آدم تن پرور نمیخوام بار بیارم، من ازت میخوام که 99% روی باورهات کار کنی، باورهای پولساز بسازی و زمانی که باورهای پولساز رو ساختی خداوند ایده هایی توی ذهنت میاره که اگر اقدام کنی درآمدت چند برابر میشه. حالا تا زمانی که باورات درست نشده هر چقدر اقدام کنی اتفاقی در زندگیت نمیفته. بذارید یه نتیجه تحقیقات علمی بگم. در سال 1985 توی دانشگاه میشیگان انجام شده، یکی از بزرگترین طراحی هایی است که در حوزه باور توی دنیا انجام شده در حوزه متافیزیک. تو سال 1985 دانشگاه میشیگان یه تحقیقی انجام داد بر روی باورهای آدم ها. تحقیقات چجوری بود؟ تو سال 1985 عزیزان دانشگاه میشیگان تو سال 1985 یه دهکده‌ای درست کردن با مدل 40 سال پیش. یعنی چی؟ با مدل 40 سال پیش، یعنی طراحی خونه ها با مدل 40 سال پیش، سنگ فرش خیابونا مدل 40 سال پیش، لباسای آدم ها و حتی آرایشاشون مدل 40 سال پیش.
دکه های روزنامه فروشیشون مدل 40 سال پیش، روزنامه های 40 سال پیش، اخبار 40 سال پیش، ماشین های 40 سال پیش، تلویزیون های 40 سال پیش، غذاهای مدل 40 سال پیش، همه چیز اون دهکده مدل 40 سال پیش بود. یکی از بزرگترین تحقیقاتی که تا به امروز توی دنیا انجام شده در حوزه باور همین تحقیق دانشگاه میشیگانه. پس یه دهکده خلق کردن مدل 40 سال پیش، حالا رفتن توی خونه سالمندان میشیگان آمریکا، رفتن یه سری پیرمرد پیرزن رو پیدا کردن که چند دهه توی خونه سالمندان بودن. یعنی طرف مثلا از 50 سالگیش اومده بود توی خونه سالمندان و الان سنش بالای 80 سال بود، طرف از 60 سالگی اومده بود الان سنش بالای 80 بود، خیلی هاشون 80 82 85 90 90 خوردی تا نزدیک 100 ساله بودن و بیش از یک دهه و خیلیشون 2 دهه 3 دهه 4 دهه توی خونه سالمندان بودن. پس یه سری از افراد رو پیدا کردن که سن بالای 80 سال داشتن و بیش از 1 دهه توی خونه سالمندان بودن. این عزیزان رو یه شب که میخواستن بخوابن قرص بیهوشی بهشون دادن و موقعی که از هوش رفتن این عزیزان رو منتقل کردن به داخل خونه های این دهکده. زمانی که این پیرمرد و پیرزنا از خواب بیدار شدن با محیطی روبرو شدن که شبیه محیط زمان میانسالی و جوونیشون بود، 40 سال قبل. آدم ها مدل 40 سال قبل بودن، خونه ها مدل 40 سال قبل بودن، خیابون ها مدل 40 سال قبل، دکه روزنامه فروشی می رفتن نگاه می کردن خبرای 40 سال قبل. بعد دونه دونه رفتارهای این پیرمرد و پیرزنها دیده می شد. دوربین مخفی کار گذاشته بودن و شنودن می شد. روزای اول این پیرمرد و پیرزنها فکر می کردن هنوز خوابن، چون چیزی که داشتن می دیدن واسه چیشون بوده؟ واسه زمان جوونی و میانسالیشون بوده، عجیب بوده. یه شب خوابیدن و توی محیطی رفتن شبیه جوونی و میانسالیشون. روزای اول و دوم و سوم و چهارم به هم دیگه می گفتن نه ما داریم خواب می بینیم، از خواب احتمالا چند ساعت دیگه بیدار می شیم. بعد به هم دیگه می گفتن چرا انقدر خوابمون طولانی شده. حدود 2 هفته که گذشته بود کاملا به این باور رسیده بودن یه سریاشون که رفتن توی 40 سال قبل. مقالات میگه زمانی که 3 هفته گذشت همشون به این باور رسیدن که یه شب به خواب رفتن، مثل یک ماشین زمانی رفتن به 40 سال قبل و کاملا باور کرده بودن که رفتن به 40 سال قبلشون. یه نکته باحال دیگه بهتون بگم، توی این شهر توی مقالات میگن توی هیچ خونه آینه‌ای هم نذاشته بودن. اینم یه نکته دیگه بود که کلی تحقیقات علمی شده بود که چرا ترایی اینجوری شد. بعد از گذشت 21 روز همه پیرمرد و پیرزنها به این باور رسیده بودند که رفتن به دوران 40 سال قبلشون. اینا 1 سال توی این دهکده موندن. پایان 1 سال اومدن این عزیزان رو بررسی کردن از جهات مختلف. من 3 تغییر عمده‌ای که در این عزیزان ایجاد شده بود و بهتون میگم. تغییر اولی که کرده بودن، خیلی از این پیرمرد و پیرزنها بیماری‌هایی داشتن که خود به خود شفا پیدا کرده بود بدون اینکه از دارویی مصرف کنن. طرف RA داشت، طرف شوگرن داشته و مریضی‌های مختلف داشتن. تو منابع میگه مریضیاشون خوب شده بود. عجیبه. دومین تغییری که کرده بودن، چین و چروک صورت و دست و بدنشون کاهش پیدا کرده بود. واو.
چین و چروکا کاهش پیدا کرده بود و سومین تغییری که کرده بودن این بود که دونه دونه داشتن موهای سیاه در می آوردن. تو سن 90 سالگی، تو سن 80 سالگی، این یکی از بزرگترین تحقیقات دنیاست. چی میشه؟ طرف تو سن 80 سالگی مریضی شفا پیدا میکنه، چین و چروکش کمتر میشه و موه سیاه در میاره. همه چیز به یک کلمه برمیگرده: باورها. این آدما باور کردن که جوون شدن. زمانی که باور کردن، نتایج جدیدی توی فیزیولوژی بدنشون ایجاد شد. ببین، باورها آدما رو میتونه به چه نقاطی برسونه. رفیق، یادت نره قانون زندگی قانون باورهاست. تو زمانی که باورها تغییر میکنه، همه چیز زندگی تغییر میکنه. تو همین یک هفته ازت یه سوالی دارم. ببین، روحیت چقدر تغییر کرده؟ زمین تا آسمون تغییر کرده. مطمئنم بخش عمده ایتون، نگم همتون، بخش عمده ایتون حالتون خیلی بهتر شده. جریان چیه؟ شما زمانی که باورهای قدرتمند درت ایجاد میشه، تو قدرتمند میشی و همه چیز زندگی تغییر میکنه. پولسازی فقط این نیست که پول وارد زندگیت بشه. پول میشه، ولی خیلی چیزهای دیگه هم توی زندگیت وارد میشه. تو جدا از پولسازی ثروتمند میشی. میدونید که ثروت فقط پول نیست، آرامش ثروته، خانواده خوب ثروته و خیلی چیزهای دیگه. تو ثروتمند میشی. این به وسیله ساخت باورهای قدرتمنده. من تو جلسه قبل بهتون گفتم فقط روی باورهات کار کن، اصلا با هیچ چیز دیگه کار نداشته باش، اصلا به این فکر نکن که من چجوری برم تبلیغات کنم. فقط روی باورهات کار کن. باورهات برسه به نمره 10، کولاک میکنی. تکنیک تسبیح تو جلسات قبل بهتون دادم. باید تمام جملاتتون رو تکرار کنید. اون 10 تا جمله‌ای که بهتون تو جلسه دوم گفتم، یه جمله‌ای که تو جلسه اول فکر می‌کنم بهتون گفتم جمله پول هست، 11 تا جمله‌ای که بهتون گفتم، و این 11 تا جمله رو اونقدر تکرار کنید که به نمره 10 برسه. تا زمانی که به نمره 10 نرسیده، هیچ کدوم از جملات رو متوقفش نکنید. خب، جلسه قبل سوال پرسیده بودم ازتون که بجز اون 10 جمله‌ای که بهتون گفته بودم، چه باوری در ذهنتون هست که جلوی پول درآوردنتون رو گرفته؟ برای اون باورها حالا باید چیکار کنید؟ برای اون باورها هم دونه دونه باید جمله بنویسید و به 11 تا جمله قبلی اضافه کنید. فقط توجه کنید که شما 11 تا جمله تمرینی داشتید که میخواستید انجام بدید. الان اگر 10 تا جمله جدید نوشتی، نمیخوام که 10 تا جمله رو به 11 تا جمله قبلی اضافه کنی. الان حداکثر 3 تاشو اضافه کن. پس حداکثر تعداد جملاتی که در طول روز باید تکرار کنیم، حداکثر تا 14 تا جمله باشه، اوکیه. پس جملاتت اینجوری نباشه که مثلا 25 تا جمله رو هر کدوم رو 100 بار تکرار کنی. همین حدود 14 تا بمونه خیلی خوبه. حالا یه جمله که نمرش رسید به 10، اون جمله رو خارج میکنی، یه جمله دیگه که هنوز نمرش پایینه رو به لیست اضافه میکنی. اگر 3 تا جملت رسید به 10، 3 تا جمله رو خارج میکنی و 3 تا جمله جدید رو بهش اضافه میکنی. رفقای جانم، فقط یادتون باشه جملاتو باید به صورت مثبت یادداشت کنید. یعنی جملاتی که میخوای به صورت باور بنویسی و باید به صورت مثبت یادداشت کنی. یعنی ننویسی که ثروتمندا دزد نیستن. این جمله منفیه. باید به صورت مثبت یادداشت کنی. یعنی بنویسی که ثروتمندا آدمای خوبی هستن. به یه سوال دیگه تونم جواب بدم. ازم پرسیده بودی که جملاتو میتونیم بلند بلند تکرار کنیم یا باید توی دلمون تکرار کنیم. من توصیه‌م اینه جملاتو یه جوری تکرار کنید که گوشتون بشنوه، ولی اینجوری نباشه که داد بزنید. یه جوری آروم تکرار کنید که فقط گوشتون بشنوه.
ولی اگر توی محیطی هستید که شرایط تکرار کردنی که گوشتون بشنوه و ندارید ایرادی نداره، توی دلتون بگید پس هیچ ایرادی نداره. خیلی باور واسم فرستادید که باعث شده جلوی پول در آوردنتون رو بگیره. البته یه سری از باورهایی که فرستادید در واقعیت باور نبود که واسم جلسه قبل ارسال کردید. ببینید، باور تکرار یه فکره، باور چیزیه که ما خیلی بهش اعتقاد داریم. باید جملات محدود کننده تون اون جملاتی باشه که جلوی پول در آوردنتون رو گرفته، چیزایی باشه که خیلی بهش اعتقاد دارید. بذارید واسه تون چند تا مثال بزنم از باورهای اشتباهی که من خودم داشتم. من تو جلسات قبل بهتون گفتم من توی خانواده کلاسیکی بزرگ شدم که خیلی باورهای سنتی اشتباه به من منتقل کرده بودن. مثال میزنم، من سالهای اولی که شروع کرده بودم به کار کردن خیلی دوست داشتم که خونه بخرم، ولی هر کاری میکردم صاحب خونه نمیشدم. واسه هم خیلی جالب بود، پولم هم جور شد، رفتم خونه بخرم، خونم خریدم. خونه‌ای بود که 6 ماه بعد در می اومد. من پیش خرید کرده بودم. بعد از گذشت 2-3 ماه یهو فهمیدم که اون خونه رو به 3 نفر فروختن و وارد دعوای حقوقی شد. من خونه خریده بودم ولی خونه رو به چند نفر فروخته بودن. یه خونه دیگه رفتیم، صحبت کردیم، قولنامه اولیه‌ش هم بستیم. روی لحظه 99 اصلا قولنامه هم بسته بودیم، ولی سند رو هنوز نزده بودیم یهو کنسل شد بر اثر اتفاقای عجیب غریب که اون کسی که با من قرارداد بسته قولنامه بسته بود فوت کرد. بعد دست وراس افتاد، وراس گفتن نمیخوایم بیایم بفروشیم و خیلی داستانه عجیب و غریبی که ایجاد شد واسم خیلی عجیب بود. من یه زمانی به هر دری میزدم صاحب خونه نمیشدم. زمانی که با قوانین الهی آشنا شدم تازه فهمیدم که چرا ملت پول منو خوردن، چرا من رفتم خونه خریدم، خونه رو به چند نفر فروخته بودم، پولمو خوردن و رفتن، آخرش هم پیداش نکردیم. چرا این اتفاقات افتاده؟ همه چی به باور من برمیگشت. کلی فکر کردم که چرا محمد، چرا تو نمیتونی صاحب خونه بشی؟ چه باور اشتباهی داری؟ یهو یادم اومد من یک سالهایی از زندگیم که مستأجر بودم، اون مستأجر بودم منظورم اینه که خانواده‌ام مستأجر بودن، بابا هر وقت که میخواست پول صاحب خونه رو بده کلی فوش میداد به صاحب خونه، نه جلوش، پشت سرش داخل خونه هی به ما میگفت این صاحب خونه ها عوضی هن، خون مردم رو کردن تو شیشه، کاش بمیرن از شرشون راحت بشیم. و این رفته بود توی ذهنم که صاحب خونه ها عوضی هن و این باور در من ایجاد شده بود. حالا فهمیدید که چرا من صاحب خونه نمیشدم؟ چون باوری توی ذهنم بود که صاحب خونه ها عوضی هن و تا زمانی که من این باور رو درست نکردم صاحب خونه نشدم. حالا چه جمله یا باید بگم که این باور درست بشه؟ چه جمله یا باید روزی 100 بار تکرار کنم؟ باور اینه که صابخونه ها عوضی هن. جمله ای که میخوای بگی باید برعکس این باشه. جمله باید مثبت باشه. یعنی چی باید تکرار کنم؟ تکرار کنم صابخونه ها آدم های دوست داشتنی هستن، صابخونه ها صاحبان ملک آدم های با خدایی هستن، صاحبان ملک آدم های خوبی هستن. حالا هر جمله ای که خودت دوست داری، پس یه جمله طراحی کن برخلاف باورت و با خودت تکرار کن. زمانی که روزی 100 بار با خودت تکرار میکنی و زمانی که باورت به 10 میرسه که صابخونه آدم های خوبی هستن، صابخونه میشی. زمانی که این باور جدید در من ایجاد شد، من همه جا گفتم، اینجا میگم، اولین خونهی که من خریدم یه خونه 49 متری بود. یه خونه بود که زمانی که رفتم مبل خریدم، مبل رو اومدم توی خونه بذارم، دیدم که مبل جا نمیشه، مجبور شدم که مبل رو برگردونم. خونه بود که سرویس بهداشتی و حمامش با هم دیگه بود.
یعنی بالای سنگ دستشوییش یه دوش گذاشته بودن و من خونه اولی که خریده بودم یه خونه 49 متری بود. درسته که الان من توی یک خونه 499 متری تریپلکس دارم زندگی میکنم، ولی اولین خونه‌ای که خریده بودم 49 متری بود و حدود 10 سال زمان برد که من خودم از یک خونه 49 متری برسونم به یک خونه 492 متری. چرا 10 سال زمان برد؟ چون من معلم خوبی نداشتم، چون توی ایران من معلمی پیدا نکردم که هم روی در اول کار کنه هم روی در دوم. معلمی پیدا نکردم که خودمونی با من صحبت کنه، از جنس خودم باشه. معلمی پیدا نکردم که اونم زرش کشیده باشه، از صفر و زیر صفر شروع کرده باشه. من مجبور بودم که دوره های خارج کشور شرکت کنم، ولی دوره های خارج کشور یک روز بود، دو روز بود، سه روز بود، یک هفته بود و بعد من برمیگشتم و ارتباطم با اون معلم قطع می شد. من خیلی چیزا رو خودم در زندگیم تجربه کردم، چون خیلی از چیزایی که خارج کشور به من درس می دادن توی ایران پیاده می کردیم، توی ایران جواب نمی داد، چون ایران سبکش فرق داشت، همه جانم، ولی بعضی جاها فرق می کرد. اگر من تجربه‌ای که الان داشتم و 10 سال قبل داشتم، شک نکنید توی 1 سال میتونستم به 10 میلیارد سرمایه برسم. و من همه تجربیاتمو آوردم در دوره 3 ماه پولسازی تا تو تجربیاتو بگیری و روش کنی و آینده زندگیتو بسازی. من اینقدر باورهای مزخرف تو بچگی کرده بودن تو سرم که من واقعا پدرم در اومد تا این باورها رو از ذهنم دور کنم. بذاری یه باور دیگه بگم که بچگی بابا همیشه میگفت. از بچگی من هر وقت به پول دست میزدم بابا میگفت برو دستتو بشور. بهش میگفتم چرا برم دستمو بشورم؟ میگفت پول کثیفه. نکته جالب، هیچ وقت نمیذاش روی تخت ما پول بذاریم، چون میگه پول کثیفه و تو میخوای بخوابی و از این حرفا. و من رفته بود توی ذهنم که پول کثیفه. کسی که باورش اینه که پول کثیفه، آیا پولدار میشه؟ خب تو بهم بگو آیا پولدار میشه؟ نه نمیشه. باور کن که نمیشه. کسی که باورش اینه که پول کثیفه، هر چقدرم خودشو تیک پاره کنه پول زیاد به دستش نمیرسه، چون باورهاش جلوی پول در آوردنشو گرفته. بهت جلسه پیش گفتم تو هر باوری داشته باشی خدا بهت میگه باشه چشم. میگی پول کثیفه، خدا میگه چشم. چون پول کثیفه چیز کثیف نمیارم توی زندگیت. زمانی چیز کثیف میارم توی زندگیت که تو تبدیل به آدم کثیفی شده باشی. تو برو دوز بشو، من پول میارم وارد زندگیت میکنم. خب حالا اگر میخوای انسان خوبی باشی و پولدار بشی باید چیکار کنی؟ باید بگی پول خیلی هم تمیزه، من پولو خیلی هم دوست دارم. متوجه شدی چی دارم میگم؟ پول خیلی هم خوبه. پیامبر یه جمله‌ای داره من خیلی دوستش دارم. پیامبر میگه فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا و آخرته. به جمله توجه کن، پیامبر میگه فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا و آخرته. خیلی ها فکر میکنن که پولدار بشیم آدم بدی میشیم، در حالی که فقر آدم و آدم بدی نمیکنه. میگن فقر زمانی که از یک در وارد بشه ایمان از در دیگه خارج میشه. خب پس پول خیلی هم خوبه، پول باعث میشه که ایمان من قوی تر بشه، پس پول اصلا هم کثیف نیست. من زمانی که فهمیدم این باور رو دارم، شبها توی رخت خوابم پول میریختم و توی پول میخوابیدم هر شب و هر شب. اون زمان اسکناسای 100 تومانی بود، اسکناسای 100 تومانی رو میرفتم میگرفتم. اون اوایل کمتر، هر چقدر که پول بیشتری به دستم میرسید پول بیشتر، همش هم تبدیل به نقدی میکردم به جای اینکه داخل حسابم داشته باشم. میریختم روی تختم، روی پول میخوابیدم، برای اینکه این باور در من ایجاد بشه که پول کثیف
نیست. مردم نمیدونن که باورهاشون کولاک میکنه. اگر میدونستن به بچه هاشون باورهایی رو منتقل میکردن که بچه تو سن 18 سالگی 20 سالگی پولدار بشه. از بچگی هی به ما گفته بودن پول سخت به دست میاد. خب من رفته بود توی باورم پول سخت به دست میاد و خدا میگه چشم، پول سخت به دست میاد، پس یه کاری میکنم تو زندگیت پول سخت به دست بیاری. هی از بچگی به ما تو کتابا گفته بودن نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر. برو بابا، این چه جملاتیه؟ یعنی چی نابرد رنج گنج؟ اون گنجی که به واسطه یه رنج بخواد به دست بیاد و من نمیخوام. من میخوام راحت به دست بیاد، من میخوام لذت ببرم و به دست بیارم. اگه قرار باشه که من تیکه تیکه بشم و به دست بیارم که اصلا فایده ای نداره. من تیکه تیکه پول به چه کارش میاد؟ باید قشنگ پولو به دست بیاری، باید راحت به دست بیاری. چجوری راحت به دست میاد؟ با کار کردن روی باورهات. من باورم این بود پول سخت به دست میاد، رفتم جمله متضاد ایجاد کردم، پول راحت به دست میاد، پول فراوونه، پول هست و به دست اومد. تو باورم تو بچگی ایجاد کرده بودم پول چرکه کف دسته، هی به من میگفتن که پول بیارزشه. خب وقتی که من میگم پول بیارزشه، خدا میگه چشم، چون تو یه چیزی رو بی ارزش میدونی، من نمیخوام یه چیز بی ارزش رو وارد زندگیت کنم. تو میگی پول بی ارزشه دیگه، ایرادی نداره، من چیز بی ارزش وارد زندگیت نمی کنم. کی میگه پول بی ارزشه؟ پول میتونه خیلی از مشکلاتو در زندگی رفع کنه، پول خیلی هم خوبه. باور دیگه ای که توی ذهن من بود این بود که پولدارا دزدن. خب تا زمانی که این باور باشه که پولدارا دزدن، ما که پولدار نمیشیم. یا گفته بودن پا تو به اندازه گلیمت دراز کن، در حد خودت بخوا. این باور باور مسمومه. یعنی چی در حد خودت بخوا؟ مگه حد ما چقدره؟ مگه حد ما محدوده؟ خداوند در آیه 30 سوره بقره میگه، میگه من بر روی زمین خلیفه ای از جنس خودم قرار میدهم. یه سوالی بپرسم، مدیر مدرسه‌تون بره مسافرت، کیو جای خودش میذاره؟ آبدارچیو میذاره یا معاون مدرسه رو میذاره؟ معاون مدرسه رو میذاره. چرا آبدارچی رو نمیذاره و معاون مدرسه رو میذاره؟ چون معاون مدرسه شبیه ترین فرد به خودشه. خدا تو سوره بقره آیه 30 میگه من بر روی زمین خلیفه ای از جنس خودم قرار میدهم. انسانو خلیفه خودش بر روی زمین قرار داده. ما خلیفه خداوند بر روی زمینیم، ما جانشین خداوند بر روی زمینیم. بعد به من میگن پا تو به اندازه کلیمت دراز کن، غلطه. هی به من میان میگن که کوچیک فکر کن، غلطه. هی میگن که بزرگ نخو، غلطه. هی میگن که برو فلانی رو ببین مثل اینا یه حقوق بخور نمیر داشته باش، غلطه. من نمیخوام از این آدم رو تقلید کنم. من میدونم خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دوست لعنت بر این تقلید باد. من نمیخوام شبیه آدم های بدبخت بیچاره بشم. من وارد دوره پولسازی شدم تا باورهای قدرتمند در خودم ایجاد کنم، تا شبیه آدم های معمولی نشم. من وارد دوره پولسازی شدم تا باورهای قدرتمندو بسازم و زندگیمو اونجوری درست کنم که خودم دلم میخواد. این باور قدرتمنده. از بچگی هر وقت هر چیزیو خواستیم به ما گفتن که عمود که وزیر نیست، بابات که وزیر نیست، مامانت که وزیر نیست. هی به ما اومدن گفتن تو سرمایه نداری، از کجا میخوای شروع کنی؟ هی به ما گفتن بدون سرمایه مگه میشه پولدار شد؟ همه اینا باورهای غلطه. من چیکار دارم به وزیر و وکیل؟ من وقتی خدا رو دارم،
ببین قدرت در زندگی دست کیه؟ دست اون آدم پولدار است یا قدرت رو دادی دست خدا؟ زمانی که قدرت رو دست خدا بدی، زمانی که قدرت رو بذاری در دستان خداوند، کسی نمیتونه جلو تو بگیره. ازتون میخوام قدرت رو بدید دست خدا، قدرت رو در دستان خودتون حس کنید، چون شما تکه ای از خداوندی. خدا گفته از روح خودم در تو دمیدم. تو بخشی از خداوندی، تو تکه ای از خداوندی، پس کم نخواه. طرف پیام داده میخوام درآمدم بشه 500,000 تومان. 500,000 تومان یعنی کم خواستن. از خدا کم نخواه، تو بزرگی، به اندازه خودت بخواه. 500,000 تومان هم شد خواسته. ببین چرا من دارم بعضی چیزها رو فریاد میزنم، چرا دارم به هنجرم فشار میارم؟ چون خودم در زندگی از صفر رسیدم به این نقطه، چون خودم و خدا فقط بودیم و هیچ کس دیگه نبود. من این راه رفتم و میدونم شما هم میتونید زندگیتون رو بهش کنید، چون میدونم شما هم میتونی BMW سوار بشی، شما هم میتونی پورشه سوار بشی، شما هم میتونی خونه تریبلکس داشته باشی، شما هم میتونی کارخونه 5 میلیاردی داشته باشی، شما هم میتونی صدها و هزاران کارمند داشته باشی. به والله قسم شما هم میتونی. هی از بچگی به ما گفتن تو سرمایه نداری، از کجا میخوای کار را بندازی؟ من زندگی نامه شاید 1,000 انسان ثروتمند دنیا رو خوندم، بیش از 70%شون از صفر شروع کردم. بازم تأکید میکنم، از صفر، بدون چیزی، با دستان خالی پولدار شدن. چجوری رسیدن به این نقطه؟ قدرت رو در دستان خداوند دیدن، قدرت رو در دستان خودشون دیدن، باورهاشون تغییر کرده، حالا به صورت خودآگاه یا به صورت ناخودآگاه. طرف نمیگه من سرمایه ندارم، میگه من چون خدا رو دارم، خدا واسم سرمایه جور میکنه، خدا پارتی من میشه. رفیق، هی دنبال پارتی تو این اداره، تو اون اداره ایم، غلطه. پارتیت باید خدا باشه. زمانی که به خدا توکل میکنی، زمانی که به خدا اعتماد میکنی، مسیرهای توی زندگیت قرار میدی که خودت شوکه میشی. به جای که از مدیرت هی خواهش کنی، چند بار از خدا خواهش کن. خدا خدای اون مدیرم است، به دلش میندازه که خودش بیاد بهت کار پیشنهاد بده. مگه تو روزای گذشته نبوده؟ طرف میگه که اومدن زنگ زدن که بیا سر کار. خب جریانش چیه؟ همش متافیزیکه، همش قدرت خداونده. بذار از خودم بگم. من زمانی که دانشجو شدم گفتم یه شهری میزنم دور از خانواده، میخواستم مستقل ترین حالت ممکن رو داشته باشم. زمانی که رفتم وارد خوابگاه شدم، خوابگاهم که میدونید شرایط عجیب و غریبی داره، توی یه اتاق کوچیک چندین نفر از شهرهای مختلف با فرهنگهای مختلف. واسم جالب بود که من حتی 1,000 تومانی هم از خانواده نمیگرفتم. و زمانی که وارد شدم، هزینه خورد و خوراکم سلف سرویس هم بود و هزینه دانشگاهم. من به خانواده گفته بودم که حق ندارید 1,000 تومانی واسه من بفرستید، من میخوام مستقل بشم. ایرادی نداره، من میخوام سختی بکشم ولی رو پای خودم وایستم. با اینکه دولتی بودم ولی جزو تکثیر کردن کلی هزینه داشت، رفتن و اومدن کلی هزینه داشت، و من فقط یه چیزو داشتم، من فقط توی زندگیم خدا رو داشتم. خدا به واسطه فکرایی که وارد ذهنت میکنه تو رو هدایت میکنه. تو ذهنم افتاده بود که یه دونه کتاب فروشی بزنم، چون رتبه خوب کنکور سراسری بودم. توی ذهنم انداخته بود که یه دونه کتاب فروشی بزنم، ولی سرمایه اولیه من هیچی نداشتم. من فقط توی زندگیم از خدا خواستم که هدایتم کنه. من قدرت رو در دستان خداوند گذاشته بودم. با خودم شبا میگفتم من یادم نمیره که از چه نقطه‌ای رسیدم، من یادم نمیره که چه شبهایی رو داشتم. شبا با خودم میگفتم خدایا درسته، من الان هیچی ندارم، ولی من تو رو دارم. وقتی من تو رو دارم یعنی همه چی رو دارم. خدایا خواهش میکنم خودت هدایتم کن، خودت هدایتم کن، خودت هدایتم کن.
زمانی که فکر کتاب فروشی اومد توی ذهنم، چند روز بعد افتاد توی ذهنم که برم یه جایی کار کنم. کار کنم که چی بشه؟ برای اینکه پول اولیه زدن کتاب فروشی در بیاد. ببین همش هدایت ها. آدم ها باور نمی کنید که از چه جایی میتونن برسن به چه جایی، از چه نقطه‌ای میتونن هدایت بشن به چه نقطه دیگه. من توی ذهنم اومد که برم یه جایی کار کنم که پول اولیه زدن کتاب فروشی در بیاد. بعد رفتم آگهی دیدم توی شهری که بودم، آخرش رفتم به عنوان ظرفشور توی یک رستورانی استخدام شدم. زمانی که به عنوان ظرفشور رفتم استخدام شدم، زمانی که 2 هفته اول گذشت، رئیسم یعنی مدیر رستوران اومد پیشم، اومد گفت محمد من هیچ کسو ندیدم مثل تو کار کنه. گفتم دم شما گرم، من اومدم که کار کنم. رئیسم گفت حقوق تو میخوام افزایش بدم. واسم جالب بود، به من ظرفشور یه حقوق میداد اندازه سراشپزش و گفته بود به هیچ کسی نگو. سوال، چه کسی در دلش انداخته بود به من ظرفشور بی تجربه به اندازه سراشپزش حقوق بده؟ خدا شاهده، خدا انداخته بود. بذارید توضیح بدم، بذارید جزئیات رو بهتون بگم. منم یه زمانهایی در زندگیم لحظاتی رو داشتم که لحظاتی که بعضیاش واقعا در ظاهر شاید سخت بوده، ولی من و خدا از کنارش رد شدیم. من اون زمانی که ظرفشور بودم توی رستوران کار میکردم، صبح میرفتم دانشگاه، بعضی روزا تا 2، 3، 4، 5، بعد بدون اینکه استراحت کنم میرفتم رستوران تا ساعت 12:30 1:30 شب با خستگی میخوابیدم. دوباره فرداش روز از نو، روزی از نو و خستگیشم همینجوری. اون زمان قدرت الانمو نداشتم. اگر باورهای الانو داشتم نیاز به این همه کار کردنم نبود، ولی خستگیشم واسم شیرین بود، چون میدونستم خدا داره هدایتم میکنه. من روزای سختی رو توی زندگیم داشتم. همه کارم توی زندگیم کردم، از تراکت پخش کنی گرفته تا ظرفشویی، همه کار در زندگیم کردم. من الان نباید بگم، ولی میگم تا تو بدونی منم این روزا رو داشتم. من روزهایی رو داشتم و شبهایی رو داشتم که گرسنه نمیخوابیدم. داشتم شرایط سختم داشتم، چون باورهام قوی نبود. اگر باورهای الانمو داشتم اینجوری نبود. زمانی که من توی ظرفشویی داشتم کار میکردم، کم کم داشتم پول جمع میکردم. به اندازه سراشپز اونجا به من پول میدادن. زمانی که 1 ماه گذشته بود، یه روز سالوندار توی رستوران نبود. عزیزی که مدیر ما بود اومد گفت محمد اگه میشه تو برو الان سالوندار وایستا تا سالوندارمون بیاد. یه سفارش رو که داشتم میبردم سر یک میزی، دیدم که همکلاسیام همه سر میز نشستن و من جلوی همکلاسیام داشتم غذا میذاشتم. میخوام این لحظه رو ببینی. یه جوانی که واسه خودش غرور داره، دانشگاه دولتی درس میخونه، داره غذا میبره سر یک میزی که همه همکلاسیاش نشستن. باور کنید حتی یک لحظه هم ناراحت نشدم، چون میدونستم این آخرش نیست. چون من میدونستم آخرش، خدا خودش به من گفته که آخرش خوشه. اگر الان خوش نیست، چون هنوز به آخرش نرسیده. من میرسم به نقطه‌ای که اونا آرزوشونه در جایگاه من قرار بگیرن، میرسم به نقطه‌ای که اونا آرزوشونه که بیان برای من کار کنن. اینا همش موقتیه. اون همکلاسیام که من قضا واسه شون بردم سر میز، خیلی هاشون از فرداش هی منو مسخره میکردن و من خجالت نمیکشیدم، چون من به خداوند متصل بودم. رفته بودن کل دانشگاه پخش کرده بودن که معد بسیری گارسونه، اصلا ایرادی نداشت. من داشتم کار میکردم، دزدی که نمیکردم، داشتم کار میکردم. 6 ماه که گذشت گفتم برم بگردم. با پولی که جمع کرده بودم، پولم اونقدرم زیاد نبود، ولی پولی که رئیس رستوران بهم داده بود،
توی اون 6 ماه به اندازه 60-70 ماه کارمند ساده اونجا به ام داده بود. خدا توی دلش انداخته بود به اندازه سراشپز اونجا به ام حقوق میداد. با پولی که جمع کرده بودم که بازم اونقدر زیاد نبود، گفتم برم بگردم ببینم میتونم جایی مغازه اجاره کنم پایین شهر. بعد منی که نه دست چک دارم نه ضامن دارم، با یک آقا و خانوم دوست داشتنی آشنا شدم زمانی که دنبال مغازه بودم. یه آقا و خانومی که حدود 70 سال سن داشتن، یه مغازه 10 متری داشتن، اون خانواده واسه اجاره کردن. به اون پدر بزرگ و مادر بزرگ دوست داشتنی گفتم من از شهر دیگه اومدم توی شهر شما، درس میخونم، توی رستوران کار میکنم، ضامن ندارم، چک ندارم، با این شرایطی که دارم به من میدین ملکو؟ گفتن از من خوششون اومده، میدن به هم ملکو. گفتم بهشون که پول رهنم هنوز کامل نیست، ولی اجارتون رو قول میدم بهتون بدم، ولی پول رهن اونقدر ندارم، میخوام با پولی که دارم برم کتاب بخرم. بازم گفتن ایرادی نداره. گفتن چند ماه کار کن، هر وقت که پول دستت رسید پول رهنمونو بده. ببینید، من با آدمایی توی زندگیم روبرو شدم که به من خدمت رسانی کردن چندین برابر چیزی که انتظارشو داشتم. میگن پول رهن رو نده، ضامن نمیخواد، چک و سفته نمیخواد. علت چیه؟ علت اینه که خداوند به دل اون فرد و به دل اون خانواده انداخته که این ملک کوچولو رو به من اجاره بدن. من اون زمان فراموش نمی کنم، با پولی که داشتم تونستم نزدیک 330 جلد کتاب بگیرم. 330 جلد. با 330 جلد کتابی که گرفتم، کتاب فروشیمو باز کردم، یه سردر کوچیکی اومدم زدم و یه دکور کوچولویی. حالا کتاب فروشیمو باز کردم، از خدا میخواستم واسه مشتری بفرسته. ماهای اولی که کتاب فروشی رو زده بودم، خودم میرفتم تراکت پخش میکردم و ایده هایی رو خداوند به ذهنم رسون که بعد از 1 سال شدم یکی از پرفروشترین کتاب فروشی های شهر. پایان 1 سال من نزدیک 10,000 جلد کتاب داشتم. من با 330 جلد کتاب شروع کردم، ولی این همه فروشم بالا رفت، اونم با یه مغازه 10 متری پایین شهر. همش کار کی بود؟ همش کار خدا بود. من به خلق خدا هیچ وقت وابسته نبودم. ببینید، دارم از زندگی خودم میگم. میخوام به یک نیروی وصل بشی که هدایتتون کنه. زمانی که 1 سال گذشت، رفتم وسط شهر مغازه خریدم با پولی که از کتاب فروشی در آوردم. روی مغازه خریدنم خیلی جالب بود. زمانی که رفتم مغازه بخرم، فقط 40% مبلغ اصلی ملکو داشتم. 40% رو پرداخت کردم. قرار شد که توی 6 ماه آینده مای 10% پرداخت کنم. و زمانی که وسط شهر مغازه زدم، مغازه به نام خودم، ملکش برای خودم، مشتریان بازم چند برابر شد. همین ها هدایت های خداوند توی زندگیه. من خودم از صفر شروع کردم، فقط من بودم و خدا. میخوام بهتون بگم تو قدرت رو در زندگیت بده دست خدا. تو زندگیت سرمایت میشه خدا، ضامنت میشه خدا، پول رهنت میشه خدا. تو اینجوری به زندگی نگاه کن، ببین چه نعمت هایی وارد زندگیت میشه. یه زمانی باورم این بود برای پول در آوردن باید خودم بکشم، باید پیر بشم تا پولی در بیارم. ولی از زمانی که متافیزیک رو درک کردم، میدونم که با کمترین تلاش میتونم پول در بیارم، میتونم با کمترین تلاش به نتایج فوق‌العاده برسم. یادمه توی یکی از دوره هام یه عزیزی اومده بود پیشم، میگفت که از بچگی بابام به این میگفته که هر وقت بهش میگفتم پول به من بده، میگفته پول چیه؟ از خدا سلامتی بخوا. و رفته تو باورم که اگر من پولدار بشم سلامتی میره. یعنی یا باید پول داشته باشم یا باید سلامتی داشته باشم. بهش گفتم باورتو عوض کن، پول میاد تو زندگیت. و باورشو عوض کرد و پول در حد تیم ملی اومد توی زندگیش. میخوام چیو بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که از خدا بخواه، باورهاتو درست کن، پولی وارد زندگیت میشه که خودت هم متعجب میشی.
الان کسب و کارهایی که مشتری ندارن باشون صحبت میکنی چی میگن؟ میگن بازار خرابه، میگن پول دست مردم نیست، میگن مشتری نیست، میگن وضع همه کسب و کارها خرابه. خب کسی که باورش اینه که پول دست مردم نیست، خب پولم دست مردم نیست و مردم نمیان. کسی که باورش اینه مشتری نمیاد، خب مشتری هم در زندگیش نمیاد. کسی که باورش اینه وضعیت همه کسب و کارها خرابه، خب وضعیت کسب و کارش هم خراب میشه. رفیق، تو زمانی که باورهاتو درست کنی، نعمتهای فوق‌العاده وارد زندگیت میشه. ازت میخوام فقط و فقط و فقط روی باورهات کار کنی. من هر جلسه دارم نکات جدیدتری رو میگم برای اینکه باورهاتو بسازم. خیلی وقتا اصلا نیاز به هیچ تمرین نیست. تو فقط فایلای منو 5 بار 10 بار گوش کن، کولاک میکنی، نتایجی میگیری که قوقا میکنه. در یکی از دوره های حضوریم بود، یه دختر خانم اومد پیشم، میگفت بابام با کار کردنم مخالفه، میگفت هرچی با بابام صحبت میکنم موافقت نمیکنه. گفتم کارو بسپر دست بابای بابات. گفت یعنی دست بابا بزرگم بسپرم؟ گفتم نه، دست خدای بابات بسپر. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتم برو از خدا بخوا کمکت کنه، شب قبل از خواب با خدا صحبت کن، بگو خدا جون عاشقتم، دوست دارم، مرسی که هستی، مرسی که رهام نمی کنی، مرسی که محکم منو چسبیدی، مرسی که از رگ گردن به من نزدیک تری. بگو خدایا بابا موافقت نمی کنه من برم بیرون کار کنم، سپردم دست خودت. اگر کار کردنم بیرون باعث میشه که روزی زیادی به دستم برسه، باعث میشه که آسیب زیادی نبینم بابام، خودت راضی کن. طرف یک هفته بعد به من دایرکت فرستاده بود که یک هفته اومدم قبل از خواب اینا رو گفتم، امروز بابا گفته که ایراد نداره برو بیرون کار کن. همون بابایی که کلی مخالف بود. چرا این نتایج داره ایجاد میشه؟ چون کارو دست خدا سپردی. میخوام در دوره پولسازی به این باور برسی که خدا به یاریتون اومده. عزیز دلم، تویی که داری این فایلو گوش میکنی، خدا اومده به یاریت، خدا اومده که زندگی تو تغییر بده، خدا اومده یه نقطه بذاره اینجای زندگیت، بگه دیگه بسه، هر چی سختی توی زندگیت کشیدی دیگه بسه، خواستی فلان چیزو بخری نتونستی، خواستی فلان رستوران بری نتونستی، خواستی فلان مسافرتو بری نتونستی، دیگه بسه. خدا اومده بهت بگه که نقطه، سر خط. بذار در پایان جلسه چهارم بهتون یه تمرین بگم. تمرین چیه؟ هر وقت از امشب خواستید بخوابید، یک دفترچه‌ای داشته باشید. پس تمرین اینه، یه دفترچه‌ای بگیرید شبا قبل از خواب، 7 چیزی که 7، پس توجه کنید، 7 چیزی که دوست دارید در زندگیتون اتفاق بیفته ولی هنوز نیفتاده رو توش بنویسید. پس یه دفترچه داشته باشید، شبیه 7 تا اتفاقی رو بنویسید که دوست دارید در زندگیتون اتفاق بیفته ولی هنوز اتفاق نیفتاده. جمله رو هم باید با این حالت بنویسی که انگار اون جمله اتفاق افتاده. خیلی نکته نکته مهمی، ببین نکات ریز میگم، هر کدوم از این نکاتی که دارم بهتون میگم نتیجه سالها تحقیق منه، نتیجه سالها تمرین منه. جمله رو باید جوری بنویسی که انگار اتفاق افتاده. مثلا من میمیسم به صورت مثال میگم، خدای شکرت، یکی از اون 7 جمله به صورت مثال اینه، خدای شکرت که الان مغازه پوشاک دارم. ببین عزیزم، هنوز نداری ها، ولی یه جوری خدا رو شکر کن که انگار داریش. پس طرف خونه نداره، دوست داره که خونه داشته باشه، جمله رو باید اینجوری بنویسه، خدای شکرت که من فلان خونه رو دارم. حالا خونه رو باید متراژش رو بنویسی، ویژگی های خونه رو می‌نویسی. طرف یه مشکلی توی زندگیش ایجاد شده، می‌نویسه خدای شکرت که فلان مشکلم حل شد. روی کاغذ یه جوری بنویس که انگار اتفاق افتاده. ماشین می‌خوای بخری، الان ماشین نداری، بنویس خدای شکرت که ماشینم مثلا
فلان ماشینم که رنگش اینه الان داخل حیاته. پس جمله رو یه جوری بنویس که انگار اتفاق افتاده. پس تمرین جلسه چهارم چی شد؟ شبی 7 تا جمله قبل از خواب روی کاغذ می‌نویسی با این فرمول: خدای شکرت که فلان چیز رو دارم یا فلان چیز اتفاق افتاده. و ببین زمانی که می‌نویسیش اتفاق می‌افته. زمانی که می‌نویسیش توی زندگیت می‌بینیش. چون خداوند گفته قسم به قلم و آنچه می نویسند. روی نوشتن قوانینی وجود داره که من اگر فرصت کنم قوانین رو بهت میگم. من فقط دارم یه تمرین خیلی کوچیک متافیزیکی بهت میدم. کم کم داریم به سمت تمرینات بزرگتر میریم. شبها قبل از خواب 7 تا چیزی که دوست داری اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاده رو بنویس. همش هم با خدای شکرت شروع بشه. خدای شکرت که من فلان ماشین رو خریدم. خدای شکرت که فلان خونه رو خریدم. خدای شکرت که فلان جا رفتم استخدام شدم. خدای شکرت که فلان درآمد رو دارم. خدای شکرت که فلان قدر رفتم امروز فروختم. چیزی که دوست داری اتفاق بیفته رو به صورت اتفاق افتاده روی کاغذ بنویس و شب اولی که می‌نویسی از روش عکس بگی و برای پشتیبان‌های ما ارسال کن. پس تمرین جلسه چهارم چی شد؟ خدای شکرتا رو 7 تا دونه رو یادداشت کن، از روی یادداشت عکس بگیر و برای پشتیبانی ما ارسال کن. من دارم کم کم باورهای شما رو بزرگ میکنم. کم کم دارم نمرات باورهای شما رو به 10 میرسونم. همون تمرین جلسه دومی که انجام دادی نمره گذاشتی، اگر همین الان برید به نمراتتون نگاه کنید، خیلی از نمراتتون بالا اومده. فقط با گوش کردن به فایل های من ازت میخوام که جملات رو تکرار کنی طبق اون فرمولی که بهت گفتم. ازت میخوام که جلسه سوم، بعضیا گفتن من باور محدود کننده پیدا نکردم، بازم فکر کن، 100 ساعت فکر کن، 200 ساعت فکر کن. باید باورهایی که جلوی پول در آوردن تو گرفته رو پیدا کنی. من واسه تو مثال زدم از زندگی خودم که خیلی باور داشتم و همش رو پیدا کردم و رفع کردم. باورتو پیدا کن، جمله مخالفش رو بساز، تکرار کن. جلسه چهارم بهتون چی گفتم؟ گفتم که شبی 7 تا جمله بنویسید با خدای شکرت شروع بشه و جمله‌ای که داری می‌نویسی باید خودتو رسیده به اون خواسته فرض کنی و یادداشتش کنی. مرسی که همه تمریناتو کامل انجام میدی. خیلی خوشحال شدم که دوباره تو یک جلسه خدایی با تک تک شما عزیزانم صحبت کردم. من مطمئنم که خدا وجود داره در این جلسات. من مطمئنم توی تک تک جلسات پولسازی خدا وجود داره. خدا وجود داره که باعث این همه نتایج درخشان میشه. ازت میخوام اگر تو این یک هفته نتیجه جدیدی گرفتی که حتما میگیری، حتی نشونه های کوچیک، حتی نشونه های خیلی کوچیک، 100,000 تومان اومده به حسابت، حتی نشونه های اینجوری هم یادداشت کن، حتی یه کوچولو مشتهید افزایش پیدا کرده یادداشت کن و نشونه ها رو برای من بفرست. نشونه ها رو ثبت کن. زمانی که نشانه ها رو ثبت میکنی باعث تقویت نشانه های جدید میشی. خب رسیدیم به آخر جلسه چهارم. یادت نره که تمرین این جلسه رو برام ارسال کنی. مثل همیشه از خداوند میخوام که از آسمون براتون طلا بباره، از آسمون براتون آرامش، خوشبختی، روابط فوق‌العاده، ثروت‌های حلال و هر چیزی که خیره از آسمون در زندگیتون بباره. و تا سلامی دیگه همه شما مردم نازنینو، تا جلسه پنجم پولسازی همه شما مردم نیکو به خداوند منان می سپارم. شبتون بهشت رفقای جانم.